د علم او ټکنالوژي پرمختګ نړۍ په یو واړه کلی بدله کړې ده. له همدې امله د اړیکو نیول او د فکرونو شریکول په اسانۍ سره شونی دي. په دې برخه کې انټرنیټ ګډ اسانتیاوې رامنځته کړې دي. په دې وروستیو کې د مخابراتي شبکو د پراخوالي سره یو ځای په افغانستان کې انټرنیټ هم پراختیا موندلې. واقعا خدمات انټرنیټ د افغانستان یک دستاورد خیلی خوبی بوده برای کشور ما، و بخصوص که جوانای ما میتونن از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل با دوستا، فامیل و همکارای کاری خودان در تماس شدن. معمولا از اینترنت اونم معلومات هایی را که ضرورت دارم و نیاز دارم میگیرم. همین چند لحظه پیشم در اینترنت کلاب بودم. خپل انترجی استفاده کوم، فعلا مقصد اسکایپ لاره دوستانو سره خبرې کوم، انډیوالانو سره خارج کې دیم، د داخل افغانستان کې هم داسې فیسبوک نه استفاده کوم. فیسبوک کې بعضی معلومات انډیوالان شیر کوي، هغه نه استفاده کوم. هم داسې کوم درسونه چې موږ وایو، مقصد زه خپله مسل د بیبي د کلاس نه بیبي په باره کې ګوګل نه معلومات اخلو، ډاونلوډ کوم او مطالعه کوم. د نوې ټکنالوژۍ له پرمختګ سره په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د مختلفو ځانګړتیاو لرونکي په سلګونو ویبسایټونه او ویبلاګونه په لاره اچول شوي دي. له دغه ویبسایټونو څخه یو هم ګلوباکس دی چې د یو شمېر ځوانانو لخوا په لاره اچول شوی او بېلابېلې تلویزیوني خپرونې نشر ته سپاري. دا ځوانان د ګلو باکس د پروګرامونو په صاف تولید او تنظیم بخودي چې ډېر خبرونه یې تفریحي دي. می خوایم که پیشانهتان باز، لبتان پر خنده. بنده دو برنامه است، یک برنامه به نام میک می لاف که از نامش پیداست پیکت ما خنده کو، و یک برنامه دیگه سایلنت مووی است که هر دو برنامه ما چرخشش به خاطر از این که بیننده های ما به لباش لبخنده. خبرها را از یک سایت قراردادی ما داریم، AFP، از او خبر تهیه میکنیم. به خبر البته به انگلیسی است، ترجمهش میکنیم، بعدا از او هم در رادیو و هم در سایت گلو باکس استفاده میکنیم. شاهروخان و اشبریا در کمپانی مجسمه سازی واشنگتن پیوستند. خبرهای تفریحی را پیش میبریم. خبرهای تفریحی من قسمی هست که از تازه ترین خبرها و اتفاقات جالبی که در دنیای هالیوود و بالیوود رخ میده من همیشه استفاده میکنم و میخوام. نام خدا کامنت هم که دادم میشه بسیار تعریف شده و استقبال زیاد شده. بینیده عزیز سلام، زیبایی مربوط سلیقه هر فرد باشه. پس باید دختر و بچه همیشه متوجه اصلاح موی و سر صورت خود باشه. جوانای عزیزی که مثلا در خارج از افغانستان هستن، سایت اینترنتی گلوباکس تی وی رو که میبینن، اونا کامنت میمونن از طریق خود سایت به ما که آهنگایی که مثلا دوست دارن. باز ما هر روز 6 آهنگ از طریق موزیک باکس برشان نشر میکنیم. برنامه واتساپ کابل ما که هست، چیزایی نو که مثلا در افغانستان ساخته میشه، جای ورزشی نو که مثلا در افغانستان ساخته میشه. گلو باکس په افغانستان که د انټرنیټ پر مخ لومړنۍ انځوریزه رسنۍ ده چې د نورو ویبسایټونو په پرتله له ځانګړو خپرونو څخه برخمنه ده. برای من خیلی جالب است و برای شما هم شاید جالب است که بازار و خیلی از جوانی وجود داره که برادر افغان که یک فشتان شو مغزیاتن از
بیشتر یعنی ما برای سیستم اکتشن شدن و خواستیم که برنامه یعنی این برنامه رو کور کنیم و اکتشن شدن ما یک کمی پسیل یا خاص است به خاطر اینکه در افغانستان هیچ امکان رو برنامه پیش بکنیم ما ولی توی بازار ماهی ها بودی از من یلدا تقوا هستم، برنامه لایف استایل سپورت تکنولوژی رو انجام میدیم توی دبی. محتمیاتمون هم بیشتر چیز انترتینمنت یا همون چیز جالب توی دبی هست، سبک زندگی، چیزای نو توی دبی. میخوایم بیشتر به مخاطب جوانی که دبی باکس داره چیز مختلف رو نشون بدیم که حتما ضرورتا توی افغانستان پیدا نمی کنن. چیزی که خاص من دوبه هست چیزی که تفریحی باشه، لذت ببرن. مثلا همین هفته گذشته فستیوال دوبه رو فیلم برداری کردیم. د ګلو باکس پروګرامونه وړاندې له خبرېدو په دې موخه تر کتنې لاندې نیول کېږي تر څو د افغانستان له کلتور او د قوانینو له معیار سره برابر وي. صدای انټرنیټي تلویزیونی در جهان است، منتها این دفعه اول است که جوانای خود افغانستان، البته افغانای خودی که در خود افغانستان زندگی میکنن و یک کار جدید را کردن که خواستیم که از طریق چون تکنولوژی چیز است که البته در تمام جهان تمام جوانان و تمام مردم به او دسترسی داره و خواستیم که توسط خود تکنولوژی ما بتانیم خود چهره جدید افغانستان به تمام جهانیان نشان بتیم و ضرب امو کلچر یا خود فرهنگ خود که افغانی ما داریم نظر به امو ما برنامه خود چک کرده و بعدا باز ما به خود تلویزیون یا خود به تلویزیون اینترنتی گلو باکس کست نشان میکنیم. د ګلو باکس ټولنیز ساعتری افتفریحي برخه د ټولنیز اړیکو د وسایلو د امدادندو څخه شمیرل کیږي چې ورته ډیره پاملرنه هم کیږي. خبری جی ستار، موزیک باکس، سخنی روز، سایلنت موفی، میک ملف، اتلان، د اف ام پهنتون، سپار سریالونه او داس نور ځانګړي خبرونه چې په کابل او دوبی کې جوړیږي او بیا د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د ګلو باکس لالارې د لیدو وړ دي. دا ځوانان هڅه کوي چې ډېر خبرونه د ځوانانو په غوښتنه جوړې او خبرې کړي. بسیاری از جوانان، بسیاری از هموطنان ما میتونن که از طریق سایت و ویدیویی دارن، مثلا ویدیوهای جالب دارن، میتونن اپلود بکنن که ما باز میتونیم بعدا با از طریق تقسیم خاصشون برشون با نشر بگذاریم. البته در سایت کامنت، جای کامنت دارن که میتونن هر جوان ما داخل سایت شون میتونن کامنت بونن. فعلا 1.5 ساعت نشرات داریم در از متواتر که از افغانستان نشر میشه. ان شاء الله که در زودترین فرصت برنامه ما در 3 سال یا 4 سال ما میرسه. د سایت په طرح او تنظیم کې له نویو پروګرامونو څخه کار اخیستل شوی تر څو د لوړ څرنګوالي لرونکي انځوریزې خپرونې په اسانۍ سره ولیدل شي. ما ټکنالوژي را در نظر گرفتیم که میتونه بینندههای عزیز ما با انټرنیټ سلو برنامه تلویزیونی ما را تماشا بکنند که ما از این ټکنالوژی میشه از اجاکس، جی کیوری، جی اس ان از یا نام ببریم. میتونه بینندههای عزیز ما وبسایت ما را از طریق لینک هایی که در وبسایت ها یا در صفحات اجتماعی است، خصوصا یک وبسایت داریم، وبسایت اجتماعی است به نام گلوبالستان، همچنان از طریق صفحه فیسبوک که صفحه است به نام گلوباکس ویب تی وی، اونجا میتونن دیدگاه خود با ما در میان بگذارن. واقعا یک ابتکار بسیار نو است، یک ابتکار جدید است که اینا ای را پیشنهاد کردن و ای را به اصطلاح ریلیز کردن نو دیگه. ما بسیار ازشان خوش هستیم. این رقم سایت را هیچ ندیدم، این اولین سایت است که سایت افغانای ما شما که بخش میکنند از افغانستان بخش میکنند و خیلی یک سایت خوب است نسبت یعنی یک پیشرفتی یک ترقی از ما شما است. آریان احمد زای چی دیو سایت مدیریت پا غاره لری پده آنده چی پوسنی وقت که سایدون او ویبلا کنو خپل زای درسنه و پنمند که جوات کرای دی او پا افغانستان که دی سایدون و لجمله چخه گلو با کس غره پا گتا کوی او وای اس محل سایتون زانگلی مینوال لری دوی خپل ځان ته نشرات کوي، له ځانه ویډیوګانې سندرې هڅوي او ځوانانو ته یو ډول
تفریر رامنځته کوي چې ځوانان داسې خیال وکړي چې په افغانستان یوازې په یوټیوب او یا په نورو بهرنیو پاڼو اتکا نه کوي، بلکې دلته هم ځوانان شته چې ابتکار کولی شي، ځوانان شته چې په ویب پاڼو کې د ویب سایټ لارې آنلاین ټلویزیون دوی ته وړاندې کوي چې دوی سندرې سریالونه دغه د پوهنتون فلم سریال ما څه ناڅه تعقیب کړی ده او مې کوت داسې شیان خپروي، نو ښه خبره ده. خو د دې تر څنګ ځینې پیشنهادونه لرم چې په لومړي سر کې دا ده چې دوی ډېر باید د ځوانانو کړو وړو د ځوانانو د سمون خواته فکر وکړي. په 1420 هجری لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره افغانستان ډایمن اف را ونیوه، چې وروسته له هغه د انټرنیټ د پراخوالي لپاره یو شمېر پروګرامونه هم تر لاس لاندې ونیول شول. د مخابرات وزارت وایي اوسمهال په افغانستان کې د 2 میلیونو په شاوخوا کې وګړي انټرنیټ ته لاسرسی لري او تر راتلونکي کاله به په هیواد کې 80% وګړي له دغه اسانتیاوو څخه برخمن شي. مخکې له دې چې موږ نوري فایبر نه درلوده، تقریبا انټرنیټ په افغانستان کې زموږ خلکو هیڅ لاسرسی ورته نه لري، ځکه د انټرنیټ قیمت ډیر ګرانه و. موږ داسې یو فکر لرو چې انشاءالله افغانستان به د راتلونکي دپاره د جنوب شرقي آسیا او د مرکزي آسیا ترمنځ یو پل وګرځي. زه داسې یو روان حالت وینم چې انټرنیټ به د جنوب لخوا نه د هند سمندر لخوا نه مرکزي آسیا ته د افغانستان لخوا له طریقه پوراتونکو یو دوه کالو کې شاید ډېر امکان لري چې د انټرنیټ ته موږ توصیه ورکړو د افغانستان له طریقه. پوهان په دې باور دي چې اوسمهال انټرنیټ د وګړو د ژوندانه له اولینو اړتیاوو څخه شمېرل کېږي. هغوی د مخابرات او انټرنیټ د چوپړ پراخوالی، د اړیکو بیان د ازادۍ او رښتینولۍ خپرول د حکومت له لویو لاسته راوړنو څخه په ګوته کوي، خو له دې لارې د هغو خپرونو په بندولو چې د هېواد امنیت او کلتور ته زیان رسوي ټینګار کوي.